با سلام و درود احترام خود هموطنانم در جای جای ایران و دنیا، واقعا ممنون ازشون. اینقدر استقبال که راجع بحث کیفیما گذاشتم راجع به حرکت ها، ولی همینجا یه توضیح بدم دوستان. سفارت خونه ها رو حمله کردن یا گرفتن یا زنازی هیچ کار درست نمی کنه. شما اجازه بدین ما رهبر قوی داریم، ما یک آدم دوراندیش داریم، یک آدم سیاست رو دارم شاهزاد و پهلوی داریم که دیگه شاه هستن. دیگه وقتی اعلام کردن که من میام و خودم کار دستم میگیرم، دیگه شاه هستن، دیگه تموم شده است. رای دارم که ما میدونیم، همه دنیا میدونن. خب پس بذاریم که حالا که دیگه این شور و هیجان در شما ایجاد شده، شما همه آدم آمادگی میکنید، شاهد صحبتشون فرمودن که 3.5% جامعه حرکت کنن، جامعه قابل تغییره. شاهد جهت اطلاع به شما بگم بالغ بر 50%. چرا؟ من میگم خدمت یه زمانی بود که مراجع تردید بودن و این مراجع تردید فتوا میدادن و یک عده از اینا تبعیت میکردن. زمان قاجار دیگه اوجش بود، از اون صفحه شروع شد، زمان قاجار اوجش بود، زمان رضا شاه خیلی اذیت شد و بعدش هم که دیگه زمان شاهنشاه ریبرم بودن، اینها حتی حکم جهاد میدادند. من روز اولی که نشستم پای کامپیوتر یه حرف زدم، گفتم من نشستم اینجا که کاری بکنم، خرافات یک تقلید از بین بره. وقتی تقلید از بین رفت، ولی زمان میخواست. الان تو این سالیانی که من هستم اینجا بودم، تقلید خیلی کم شده، مراجع تقلید خیلی کم شدن، در کتابش خیلی کم شده، درآمدش خیلی کم شده و مساجد خیلی دیگه بسش خود خبر دارید و این بالاترین پیروزی ما در تو تاریخ است. بالاترین پیروزی در تو تاریخ. اونا که زرتوش ما نه. اونا بدتر از اینا بود، اینا بدتر از اینا بود، فرق نکن. اونا دلال دینی هستن، ضد بشریت هستن، ضد انسان هستن. دلال مذهبی که طبقه بندی میکنه مردم رو، خدا رو نمیشناسه، خدا رو نمیشناسه، برای خدا همین بنده یه جور هستن. پس میخوام بهتون بگم که تحت تبلیغات اینو قرار نگیرید. اونها هم الان مثلا میگن آقا اینجوری، نه دروغ میگن همشون، دو همه نافی خود تازه میگن. مردم رو میخوان سر نگه دارن، میخوان مردم رو گیج کنن، میخوان مردم کاری کنن که باز مردم بچاپن. ولی خوشبختانه اتفاق داره میفته در سطح دنیا که اینا همه داره برمیاد بوجه بود بره. شاز عزیز به جرئت میگم، حالا بخاطر نگید رو نمیگم 80% 90%، بالغ بر 60% مردم دیگه تقلید نمی کنند، دیگه کورکورانه دوباره کسی راه نمیافتند، دیگه کورکورانه عمل نمی کنند. پس 3.5% شما باره باید 20 برابرش هست. خب من یک کلیپ بخواستم چیزی صحبت کنم، ولی دیدم که تحولات در دنیا اتفاق می افته. ببینید دوستان، نیستی بهتون بگم، تعریف که نداریم که در این 5 سال اخیر تمام ابر ذلت ها ذلیل بودن، ذلیل تر شدن، بدهکار بودن، بدهکار تر شدن، چون فروششون و درآمدشون 80-90% کم شد. از ماشین بگیرید، ماشین مثلا تو کلاس 1 تن ارزشه، 1000 کیلو ماشین اینقدر میفروختن. خب الان که میفروشن، اولا که بهتون میگم 90% ماشین صدانی فروش نمیشه. تا 7-8 سال قبل 50% فروش میشد، اینقدر سود داشت، تو پرسه دریا میدیختن و در میوردن، ولی الان دیگه 90% فروش نمیشه. اون هم که فروش میشه، اون چیزی که قبلا بود مصرفی میکردن، قبلا راهی که میرفتن سوختی مصرف میکردن، قطعتون سوخت قطعه دیکی بودی، قطعه دیکی بودی دیگه نیست. یعنی عملا دارن ضرر میدند و در کوتاه مدت شاید چیز نشه، در درازه که شروع شده کم کم دیگه، یعنی امسالی که داره میاد که ازش هستیم، سالی است که در دنیا تحولات اقتصادی وحشتناکی ایجاد میشه، البته اونها به نفع به نفع مردم دنیا، نه به نفع خودشون، چون ضرر کردن. و باید آدم های بزرگ بیان، آدم های کننده بیان، آدم های با وجدان بیان، انسان بیان، با شرف بیان، نه اینه بی شرف های دوست جیب ملت چه میزنه. وقتی بیز جیب ملت زد، گفتن این دوره تموم شده است. اینا کارشون همینه، راهزن بودن، اینا دوی بوش دوست بودن، یه بوش بی شرف بودن، یه بوش هرونزاده بودن، هرون لقمه بودن. ست سال اخیر نمیبینید دنیا به کجا رسیده، بخاطر حکامی سرکار بودن، بخاطر حکامی که رفتن کنار، هر کاری خواستن کردن رو بکشید. و قطعا تحولات بزرگی در رأس کشورهای مختلف ایجاد خواهد شد. یک جنایتکار اینون رهبر چین، قیافش نگاه میکنی از قیافش شرارت و فلاکت و بدبختی میباره. یا پوتین، هرومزاده دومی نداره، بایدن، همه شد.
پولایی که آقای ترامپ داد فکر کردم اینجوری نیست، پول باید درآمد داشته باشه، ولی کاغذ چاپ کردن کاری. حالا تبعات این سیلی که راه افتاده تو راست امسال سالی خواهد بود که در همه چیز بازار دنیا تحول ایجاد میشه و برای دیگه تو سال آینده دنیا نظمی پیدا خواهد کرد، نظمی که چهار تا مدیر خوب هم میخواد. پس محکم بهتون بگم که اینا نمیمونن، هیچ کمشون نمیمونن. از اون ملکه که 400 تریلیون پوند رفته قایم کرده که چی بشه؟ او دنیا راهکار پیدا کرده، راه پیدا کردی؟ نه، این حرفا نیست. هیچ کس نمونده که تو بخوای بمونی و امسال تو بخوای بمونن. راه کج هم کجه، راه بگیم که چون اینجور سر مردم کلا بذاره، اینا آه داره، اینا ناله داره، اینا نفرین داره و و و. خب یه چند تا نکته رو بهتون بگم. آمریکا اخیرا حرکتایی داره میکنه که نه هر کتن آمریکا چهار تا وزیر دیگه هم چیز تتمه حیثیت نشه در بواد داره میده، صحبت میکنم تتمه شو، چون دیگه الان به جای رسیده که دیگه علنی دزدی میکنه، علنا میاد با این چیز میکنه، علنا میاد با حکومت جمهوری اسلامی که سطح دزدی، حالا مردم بفهمن که این دستور خودشون هست، این کارا همش برنشیده. حالا یه به جای رسیده که مجبور بگن آقا ما هستیم، شاید مردم بترسن، ولی مردم سال نمیکنن، مال بچه‌شون سال نمیکنه. شما دیگه تماشا هستی شما. حالا بالا به خبرشات میخونم ببینید که اینها وقتی من میگم اینا پشت پرده خود کثافت هستن همینه. بله الان خبر شورت رو میاد پیدا کنم. الان مثلا روسیه مگه کم سر جریان نیروگاه بوشهر به ملت ایران خیانت که از ملت ایران دزدید برد آخرم سی خود تحویل نداد؟ اینا تابون داره، پس داره، جواب داره. آمریکا هم چنین، آمریکا مگه کم با جمهوری اسلامی ساختن برای ساخت باخت کردن، برای دیگه برجام درست کردن، نفت به هوا دادن رفت، 5% 3% 2% رو این حروم زاده انداختن با خودشون بردن. این دزدی نیست چیه؟ اینا دشمن ملت ایران هستن، دشمن انسانیت هم، دشمن این هستن که یک چیزی به جمهوری اسلامی نمیتونن. آخر باید چون میگم خب مثلا شما ببینید از زبان دوره دوم روحانی که آمده رسه جمهوری اما قبل چی کارن؟ حکومت مشروعیت ندارد تحت هیچ شرایطی، زیر 51% در تمام دنیا قانونه، کسی رأی نیاورد مشروعیت رو کنار. چیکارش کردن؟ با چنگ و دندون جنایتکار رو حفظ کردن. حالا که دیگه به زیر 10% رسیده چرا عوض نمی کنن؟ چرا از سازمان‌ها بیرون نمی کنن؟ چون دروغ میگن، چون با دروغ بزرگ شدن، نطفه‌شون حرومه، راشون رو حالا مجبور که کاری بکنن. شاید مردم ایران حساب بره، مردم ایران نگه شما رو، نگه چین رو، همه رو هیچی به پلانش حساب نمی کنن دیگه. شما بازیر باختید، حالا تا کم کم رو می کنید سید مسئله که نمیخوام خشک میشه مردم، نمیخوام خراب کاری بار بیارن، جیگرتون در میارن، نه که ملتی رو بده دیگه هم هست. دنیا دنیای میدیا است دیگه. حالا متاسفم براتون. من کارام از نظر ماه مرگی و هفته مرگی روز مرگی به ساعت مرگی گذاشته برسیده. که زبانشون به این صورته. خب من پیدا میکنم حالا خبر دیگه بهتون بگم. ببخشید من خبر بکنم چون الان به خود هم خسته هستم، ولی خب خبر براتون میخونم. اعترافات خرچنگ نظام، حکومت رو به زوال و بلاک چیچیک. منفوریت و فساد حکومت ولایت فقیه چنان مشهود است که آخوندهای مفتخور را یکی یکی به صحنه می آورد
و آنان را به اعترافات عجیب و غریب وامی دارد. اعترافات تا چندی پیش تنها زبان مخالفان نظام شنیده می شد. چندی پیش آخوند احمد جنتی عنوان کرده بود حفظ نظام بر عهده کسانی که از خدمتگزار خدا باشند. تو خدا می شنستی؟ برادر حفظ نظام بر عهده کسانی که خدمتگزار خدا باشند. ولی اینکه در اقلیت باشند. تو خوردی با جد آبادت. اقلیت باشند. در خدمت خدا باشند. حرفایی می زنید. که به طور ضمنی اعتراف تاریخی به بود به که حکومت آخوندها پای شمایی ندارد. این سخن امیرالمومنین جنتی با نمایش موسیقی که 100 تا 150 نفره حامیان نظام به مناسبت سالگرد افسانه نوح دی در میدان فلسطین پی گرفته شد که در آن نقدی سرکرده بسیج با علت کم بودن تعداد نفرات شرکت کننده سخنی خود را لغو و سریعا محل را ترک کرد. و این در حالی که در پایتخت 14 میلیون ایران و بعد از صرف هزینه های میکلان و تبلیغات دیوانوار حکومتی افتضاحی از آن دوساتر نبود. خب دیگه دیدیم هم دیدن این چیز شد. اکنون در پرده دیگر از این اعترافات در 19 دی امسال آخوند احمد خاتمی در مسجد مهدی شهر همدان برای اولین بار به وجود مخالفان حکومت پوسیده ولایت فقیه در داخل کشور اذعان کرد و آن را به 5 دسته تقسیم کرد و برای هر دسته راه حل ارائه کرد. باریکلا به تو خاتمی. احمد خاتمی گروه اول را فقیهای خواند که نظر آنها با عدل ولایت فقیه مطابقت ندارد. نه طولانی میشه نمیخونم، بعد من چیز میکنم براتون میذارم متنشو بخونید. بله، پس حکومت گفته مشروعیت ندارد. وقتی مشروعیت ندارد هر قراردادی توی سالا بسته باشند رو حواست وقت تلف کردن، خودشونو گول زدن، چون جمعیت کره زمین به خصوص که پیشان ایران به خودش جمعیتی است که دنیا رو زیر رو میکنه. شما آشغالی جای خود دارید، برید زیر زیرکی بشید، خواهم بنویسید. مشروعیت ندارید، تو هم نامشروعی، توی که باید با اینا قدر نظام بود تو از اونو بدتر هستی، تو هم دزدی، کثافتی، شکل نیست. چین و اینا همتون اینقدر اتهام علیتون هست که اگر 300 سال زندانم برید کمه، چون اعدام نمی کنن. ولی خب مردم اگه به شما رسد بزن بفر. پس اگه کشوری بیاد قرارداد با امضا بکنه خودش هم شریک جرم هست، در تمام جرم اینا هست. بله. حالا وضعیت حکومت ها چی هست در دنیا؟ هر کاری، هر حکومت یه چارچوب داره، چهار قسمته. یکی وجه بیرونیش هست، یکی قسمت پشت هست، دو تا دستورات دست چپش هست و وضعیت داخلیش، چهار وجهش. حکومت ها رو ما میدونیم از نظر وجه بیرونی همشون آبرو ندارن، توان ندارن، کار هم نیست، فروش هم نیست، سر خودشون میتراشن، مالیات به زور میخوان بگیرن، نمیتونید، امسال سال آخرتونه. دو، از نظر داخلی خب مردم هم ملتهبن، مردم ناامیدن، مردم گرفتارن، مردم نمیدونن چی خواهد شد و و و که میبینید و هست. پشت سرشون کسایی هستن که گورهایی هستن که پشت با هم میخوابن، میترسن چیز بکنن. اینا کفکارا، کفتارا و گورها اینا اینجوری میخوابن. دستات در چپش که مشخصه. چرا؟ چون دیگه مردم جوان بیرون‌المللی دیگه به اینا محلی نمیدن و اینا هیچ کاری، پس عملا از هم پاشیده هستن و دیگه ظاهر قصه مونده که با یک حرکت از هم میپاشه. باید دنیا پوست بندازه، باید دنیا دنبال کسایی بره که کسایی از سرکوت خودشون که اینها رو بیارن محاکمه کنن، تو قفس کنن امثال ترامپ و بایدن رو و امثال اون سابق مرگ بلکه انگلیس اینا رو بیارن که چه کردن با دنیا اینها، چه کردن با دنیا اینها، چه آتیشی سوزوندند. بعد 30 سال پیش گفتم، 35 سال پیش گفتم، این اواخرم گفتم که شاهزاده رو خدا برای دنیا نگه داشت، نه تنها برای ایران، با افکار و رفتارش، افکار و رفتار مثبتش و انسانیتش و شرفش رفت کردید که بتونه دنیا رو بسازه، که کار خواهد کرد، نه که بگم برای اونجا مدیریت رو، نه راه بشون شده، چا بشون اینجوری اینجوری اینجوری، آخر آباد این هست. و شعرهای ما، بزرگان ما، حکمای ما هم راه های زیادی گفتند. اینا خوشیم به کری و کوری زدند،
خودش هم کر کردن هم کور کردند، ولی چاه سر راحتونه. ایام بکا بزرگات خوش اکیل بردیم.